مجید جان سلام. سلام عزیز، حالت خوبه؟ خوبی؟ من صحبه البته خوبی قربون کنم، خیلی من داشتم صحبت های رایان هم صحبت های جالبه. اون دفعه هم اومد هم عقیده این تقریبا البته خب یه جایی هم میشه چیسته، ولی هم عقیده رایانی؟ خیلی چیزاشو من قبول دارم، راست میگم، یعنی خب قبول دارم که خودت هم قبول کردی یه جایی، تون استدلالش قوی بود، خوب بود، درست بود. در مورد رضا شاه راست میگه دیگه، آخر وقتی کسی که اومده این همه مثلا رفرمای یعنی اساسی یه مملکت در به داغون شیپیشوی جنگ زده نمیدونم قحطی زده، ببین تو چه دورانی ما داریم صحبت میکنیم. ما در دورانهای خودش هم باید آخه بیاریم بیرون ببینیم آقا مثلا در این تاریخ که مثلا دنیا اینجوری بوده، همسایه ها چجوری بودن، بعد مثلا یه همچین شخصی بیاد. تازه اون خودش هم یه کپی از آتاتورک رو برداشت، یعنی اون بیشتر جذبش کرد، که منظورم تو اون منطقه این اتفاقات و کلا اصلا مثل که منطقه ما اینجوریه، وقتی یه اتفاقی میفته بعد زنجیره بار اینا میشه، مثلا ایران عوض شد، افغانستان عوض شد داستانش، بعد عراق به ما هم اصلا همه چی و تو منطقه اوت دگرگون شد. الان هم دوباره من به نظرم افغانستان، چون از صحبت افغانستان بود بعد در اومدیم دیگه رفتیم صحبت آلمان و قوانین و اینا شد، واقعا میگم یعنی برای من با ایران فرقی نمیکرد این اتفاقی که افتاد، بسیار من اصلا شکون دیروز واقعا دوستای افغانی زیاد دارم، آلمان با هم حرف میزدیم از قبلش، دو سال پیشم با هم این صحبت های اینا میکردم و میگفتش که بس خرابه، اینا میخوان قوانین اسلامی رو دوباره بیارن. همون موقعی که شروع شده بودیم پروسه حساب صلح، ببین مثلا الان بایدن، شما من نمیدونم بعضی موقعی یه دفاعهایی میکنی، الان چطور آمریکا میتونه بیاد یهو برجامو پاره کنه؟ یه قرارداد بین المللی که 5 تا کشور گنده دنیا اومدن زیرش نوشتن، بعد میگه نه. چطور آقای بایدن این تشخیصو نداد الان حداقل وایسا پروسه صلحت انجام بشه عزیز من، وسط پروسه صلح، وسط تابستون. اینو من نمیگم، اگه دیده باشی الان تمام کارشناسا میگن این چه موقع ترک بود، این چه موقع گفتن بود وسط تابستون. یک دومن اصلا شما زیرسازی نکردین تو این 20 سال، هی پول دادین اینا دزدیدن، هی پول دادین این دولتای از ایران بدتر کرپت اونجا داغون کرد افغانستان، هی همه جامعه جهانی فقط پول داده، آقا ناظر نداره این پولایی که میره کجا میره، فقط کابل کشور افغانستان کردن، فقط کابل، بقیه اصلا بل کردن بر بیابون، همون جوری بود. اینا رو من نمیگم، اینا دوستای افغانی من از سالها پیش همین میگه قسم میخوردن که اصلا از شما با تو مثلا 60 کیلومتر بزن اون بر کابل دور تا داشت برش جنوب برای مبینی، مردم همون جوری هنون رو بنده دارن، زنان تو اون کابل بود که دانشگاه نمیدونم مطبوعات آزاد بود و فلان. اصلا شما زیرسازی نکردین، اصلا فکر نکردین، فقط عقده گشایی خودتون، چون یه اتفاقی تو آمریکا افتاد رفتیم بزنیم اینا رو نفله کنیم مثلا که کردیم، و بعدش هم مالا ول کن دیگه، الان هم که دیگه اصلا رفیق شدیم. اصلا من یه چیزایی شنیدم کلم داره سود میکشه، نروژ به طالبان اومده درس مذاکره داده که این وقتی میشینی سر میز مذاکره باید چجوری مذاکره. آخه نروژ اصلا من بریدم باور کن، یا سوئد یا آلمان اولین کشوری بوده که با طالبان نشسته مذاکره کرده. پس شما اینجا چی آخه رفتین اونجا چی؟ هم سرباز فرستادین، هم کشته دادین، همینجوری ول کردین اومدین بیرون. تمام این دستاوردهایی که حداقل همون تو کابل هم بود دلمون خوش بود که بالاخره میشه فوتبالی زنها فوتبال زنها بود، اصلا زنها رو میدیدی روحت باز میشد به خود دخترها اینا رو میدیدی، گفتم از ایران جلوتر افتادم. خب آره البته مطبوعاتشون هم آزادتر از ایران بود به شدت،
همه چیشون آره. ولی مشکل اینه که ببینید شما البته خب نظرتون در برای کسایی که مثلا میگن که بایدن خب میگه که هزینه شو مردم آمریکا مثلا چرا باید بدن، میدونی مثلا چه، یعنی این فاجعه هست خب، ولی ما این مثلا این همه سرباز آمریکایی مثلا داره جون میده، من چجوری برم اینو توجیه بکنم برای مردم آمریکا که ما اینجا 20 ساله هستیم هنوزم داریم میمونیم، هنوزم داریم کلی هزینه میدیم، هم از واسه مالیات مردم آمریکا، هم از واسه که این همه داریم کشته سربازان آمریکایی میدیم. من مردم آمریکایی که ما دولت مردم آمریکا هستیم و انتخاب مردم آمریکا هستیم، من به اینا بگم چی داریم که نشون بدیم که ما برای چی داریم این همه خون مردم آمریکا رو داریم میدیم برای مثلا افغانستان؟ مثلا میگن خب شما بودین که یه کاری کردین باید درستش کنین، میگن که خب ما 20 سال سعی کردیم، اینا بالاخره کراپت بودن، اینا بالاخره فاسد بودن، بالاخره پولایی که ما داریم میدادیم نرفت جایی که باید میرفت، ولی ما دیگه تا کی بمونیم؟ تا چقدر باید هزینه بدیم به خاطر که یعنی بالاخره دولت‌های قبلی آمریکا هم که اشتباهی کردن؟ من مثلا من حال میدم، من خودم از بایدن کلی نقد دارم توی این موضوعاتی که مثلا توی کاری که توی چند ماه گذشته انجام داده، ولی اومدن بیرونشون رو بالاخره نمیدونم، اگه شما جای بایدن بودین چی به مردم آمریکا که اونا شما رو انتخاب کردن چی میگفتین؟ من برای چی باید میگفتم؟ من اینجوری نمیام بیرون. من وقتی میبینم افغانستان دستاوردامون میره، تمام پولی که دادین رفت رو هوا، از کجا معلوم اینا پس فردا دوباره القاعده اونجا نیاد کمپاشو نزنه، دوباره شروع نکنن و دوباره ضربه بعدی رو نخوره غرب؟ حالا اگه این دفعه آمریکا، این دفعه مثلا چه میدونم انگلستان، سوئد، اسپانیا، اینا یه جایی رو میخوان که دوباره شروع کنن و طالبان بهترین گروه، نه فقط اونا، کل منطقه الان رفت زیر خطر. خب جواب لعنتی به خاطر اینکه افغانستان با هندوستان دست خیلی با هم من تو من شدن و هندوستان بهش کمک میکرد شروع کرد به زدن اینا. پاکستان همیشه خنجر اپوش به افغانستان زد و آمریکا به خاطر اتحادی. آقا شما به من بگو چرا متحدین غرب، مخصوصا متحدین آمریکا هیچ وقت پشتشون درست حسابی در نمیاد، در صورتی که مثلا روسیه برای سوریه میره ارتشش رو میفرسته تا تش وای من درست و غلط. برای اینکه اینا دموکراسی ترن، دموکراسی ترن، ولی شما میری یه مملکت رو به هم میریزین، بعد بلند میشین ناتو رو میفرستی، یعنی همه دنیا رو میفرستین، کار ناتموم. عراق اونجوری ول کردی، با اوکراین اونجوری کردی، اومده یه تیکه کشور یارو رو گرفته چی؟ هیچی. اونور گرجستان اومده، آقا آبخازی ها شروع کرده یک تیکه همونجا برداشته، هیچی نتونستین بگی، یعنی پشت اینا نمیتونین در بیای. دموکراسی بعضی موقع میبینین بایدن به نظر من یه ذره نایبه، خیلی ساده لوحانه، هم مذاکرهش با جمهوری اسلامی شروع کردنش الان که به بنبست خورده، خودش هم متوجه، انقدر هم بهش گفتن اصلا باور میکنه حرفای اینا رو، یعنی شما تو این همه مدت متوجه نشدی؟ باور نه نه باور نکرد، نه من اگر دقت کنی اتفاقا باور نمی کنم، برای همین خیلی چیزا جلو نرفته، چون باور نکردن جلو نرفته، یعنی دولت جمهوری اسلامی اومده میگه که ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، بعد اینا میگن خب شما تضمینی به ما ندیدیم، برای همین خیلی بنبستایی که توی ادامه برجام اتفاق افتاده به خاطر اینه که اتفاقا باور نمیکنن. ولی یه چیزی درباره این بگم، شما میگی خب این پولی که 20 سال پیش 20 سال روی افغانستان خرج کردن رفت هوا، خب مثلا دولت بایدن میگه اینا رفته رو هوا، رفت یعنی قابل از همون موقعی که خرج شد رفته هوا، یعنی اینجوری نیست که حالا ما بمونیم قرار اینا موضوع اینه که میگن که اصلا اشتباه بود که ما رفتیم و موندن بیشتر ما باعث نمیشه که اون پولا برگرده، اونا رفته کاریش هم دیگه نمیشه کرد، یعنی اینا میگن از همون اول اشتباه بوده که ما رفتیم، موندن اضافه ما اینو درست نمیکنه. بعد شما میگی خب چرا مثلا اون کارو کردی الان خراب شده، حداقل یه طرح درست تر، آخه این جور آدم ول نمیکنه یه مملکت تر. خب ببین اون وسط میگم این یه مقدارش تقصیر ترامپ بود که طرح نداره، برای اینکه ترامپ بود که این قرارداد رو بس که قراره بدون هیچ مناظره ای بره، بدون هیچ امتیازی بره.
بابا خود ترامپ و خود الان چی داره میگه که اگه ما بودیم ما اینجوری نمی اومدیم بیرون. حالا اینا ترامپ حرف ترامپ منم متوجهم، من که نمیخوام طرفداری ترامپ رو بکنم. من میدونم اینا اون موقع به قرارداد رسیدن، ولی مگهش اینا ادعا نمیکنن بهتر از ترامپن؟ آیا انسانی بود اینجوری یه ملتی رو شما بردین، اول رفتین جنگیدین اونجا رو، همه رو در و داغون اونا رو بیرون کردین، وام دلمون خنک شد اونا رو بیرون کرد. حتی صدام هم به نظر من کارش درست بود، چون یه موقعی هست یه ملتایی نمیتونه از زیر بار این ظلم وحشتناک مثل آلمان به تنهایی نمیتونه از زیر بار صدام کارش درست بود؟ کار درست بود که به عراق حمله بشه و صدام رو بردارن. از نظر من درست بود یه همچین دیکتاتورهای مردمش نمیتونن، زورشون نمیرسه. خب ولی مردم عراق خیلی مردم عراق خیلی هزینه دادن برای جنگ، خیلی هزینه دادن و اشتباهات غربه که این بلاها رو سرشون میاره. ساده لوحانه میرن جلو، فکر میکنن کارش مثلا اینا همین دموکراسی که میگی. آقا یه جاهای کار، اگر افغانستان مثلا میخواست اسمشو بذاره جمهوری کمونیستی مثلا افغانستان، آمریکا اجازه میداد که تو به اون میگی الان اسلامی شو نمیتونه بگه اسلامی؟ قبلا اجازه نمیداد. الان دیگه کاری نمیتونه بکنه. امروز آمریکا، ولی اگه واقعا میخواست بذاره جمهوری کمونیستی افغانستان، تو فکر میکنی آمریکا اونجا کاری نمیکرد، نمیومدن تو؟ نه، چون الان آمریکا هدفش اینه. البته بعدا ممکنه مجبور شه. نه ببین، شما دارین آمریکای امروز رو، شما آمریکای امروز رو دارین مقایسه میکنین با آمریکایی که زمانی که میرفت توی آمریکای توی جنوبی و هر کشور لاتینی که یه ذره کمونیستی میشد و میومد میزه. اصلا همین تو ایران هم برای همین اومد مصدق و برداشت، بخاطر اینکه با این کمونیست‌ها هم خیلی نزدیک بود. ولی اون موقع آمریکای اون موقع با آمریکای امروز فرق داره. آمریکای امروز بیشترین نگرانیش چینه. خب یعنی بعضی میگن که مثلا دولت آمریکا الان خیلی ساده، یعنی نئیو و این نمیدونست قرار چی بشه. اتفاقا این اتفاقاتی که داره میفته توی یه مقدارش تو پیشبینیاشون بوده، یعنی این به صورتی که مثلا طالبان اومده گرفته این تو پیشبینیشون نبوده. ولی اینکه طالبان ممکنه بیاد همه حکومت رو بگیره، حالا نه به این صورت، ولی این تو پیشبینیاشون بوده. موضوع این بوده که حتی این شرایط هم ادعاشون حداقل اینه که حتی این فاجعه هم اینا دیگه حتی اگه بدم باشه و نمیخواستن اینطوری بشه، هزینهشو نمیخوان بدن. یعنی میگن که از لحاظ برای خود آمریکا این مهم نیست دیگه. یعنی ما متوجهم، ولی مشکلات بزرگتری داریم. بله، شما 20 سال میای از یه خانواده سرپرست مثلا کمکش میکنی، از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی میبینی در سطح پایینیه، 20 سال بهش کمک میکنی اینا، بعد یهو یه سری میان مثلا به زن طرف تجاوز کنن، بعد میگه به من چه دیگه، من 20 سال آقا به تو حال دادم دیگه، خودتون میدونی. شما نمیتونی مسئولی، رفتی اونجا این کارو کردی، پاشم وایسادی موندی. اگه اون رفته بودی زده بودی رفته بودی، اما اولش گفتی من دنبال فقط اینا بودم و القاعده رو می‌خواستم بزنم و فلان بیرون کنم، اوکی. ولی موندی، ادعا کردی تو عراق، ادعا کردی مجید. شما دارین تعیین میکنین که اینا مسئولن باید بمونه. خب مردم آمریکا دارن به دولتشون میگن که ما نمیخوایم تو اونجا بمونی. شما اگه رئیس جمهور آمریکا هستین، مجید گوش میکنین، باید توضیح بده به ملتش که آقا وقتی ما رفتیم اینجا همینطوری هم نمیتونیم. من نمیگم بمونن، من میگم طرح درستی میدادین، حداقل صلح رو به یه جا میرسوندین. اینا وسط صلح تا قطر الان لنگ در هوا نمونن. اون عبدالله بیچاره اونجا مونده، معنی که در رفت این خواهر میشرف، در رفت اصلا مملکت رو. خب بهت میگن آقا استفا بده حداقل دو روز. الان طالبان که نمیاد با تو مذاکره کنی سر قدرت، میکنه ده. چون گرفتش دیگه. بله، این نقد کاملا به جاست. این نقدی که شما گفتین میرین بدون که امتیاز بگیرین از طالبان که یک حکومت که یه با اشتراک با قدرت‌های دیگه به وجود بیاره، که مثلا طالبان ممکن بود یه حزبش بشه، بدون که این کارو بکنید همه امتیاز دادین به طالبان و بدون هیچ شرط و شروطی رفتید. خب این نقد کاملا به جاست، ولی اکثر این نقد به خاطر ترامپه.
ترامپ اینو شروع کرد و دیگه جلوش نمیشه گرفت. میدونم الان گفتم دیگه، میگم چطور اون قرارداد و برداش پاره کرد. تو نمیتونستی طریق ترامپ رو عوض نه کنی. برای اینکه نه، برای اینکه بایدن مثل ترامپ نیست. بایدن ترامپ کسی بود که میگفتش که من قرارداد رو پاره میکنم، ولی این تو تاریخ ولی دول اکثر سیاس توی بایدن کسیه که میگه که ما یه قراردادی رو که کشور ما بسته با یه کشور دیگه رو نمیتونیم، یعنی اعتبار آمریکا به اندازه کافی اومده پایین از اینکه ما قرارداد پاره میکنیم. ولی ضررش هم دودش به چشم خودشون هم میره. این کار به نظرم خیلی ساده لوحانه و احمقانه است اگه این کار رو نکنی. کار درست رو باید انجام داد دیگه. کاری که احمقانه انسانیه. انسان یک میدونی چند میلیون آدم اونجا الان گیرن؟ دیدی چه جوری فرار میکردن؟ زنها رو دیدی چه جوری گیرن؟ بله من که نمیگم که بابا وای آدم خارا اومدن. و من که نمیگم این فاجعه نیست. من نمیگم این فاجعه نیست. منم میگم ولی... به عنوان رئیس جمهور آمریکا ادعا میکنین شما. اینا ادعا مگه نمیکنن آمریکا؟ سردمدار دموکراسی، ما میریم ملت ها رو آزاد میکنیم، نمیدونم به کسوو حمله میکنن به خاطر انسانیت فلان، چطور به کویت بر لشکر میکشین میرین فلان اینا، و تو افغانستان یهو ول میکنین میگیم آقا به من دیگه اون از ندارن قابلیت گذشته رو دیگه ندارن کاملا. الان دنیا الان مثل همون امپراتوری انگلستان که یک زمانی قابلیت هایی داشت، بعد از این مدتی حتی دیگه کانال سوئز هم دیگه نتونست نگه داره. این به یه جایی رسید که اینقدر همه اقتصاده، داستان همش شده اقتصاد. من فقط هم آمریکا رو نمیگم، بقیه غرب چی بابا همه اینجا بودن. خب شما اگه اقتصاد رو راه نندازید مردم ناراضی میشن، میذارنتون کنار. ببین کشور دموکراسی هم همینه. شما از لحاظ اقتصادی اگه مردم رو به یه جایی نرسونید که از زندگیشون راضی نه تنها باید راضی باشن، باید همیشه هم بهتر هم بشه. شما اگه نتونید برای مردم کشورتون یه همچی کاری انجام بدین، خب عوضتون میکنن تو کشور دموکراسی. برای همین اینا مجبورن از لحاظ اقتصادی به همه چی بشه. ولی میگم میتونستن سیاستای درست‌تری نسبت به افغانستان ایجاد کنن. هم پول در بیارن، از کشور بی سرمایه نیست، همچین کبیر هم نیست. افغانستان هم خیلی نه افغانستان اصلا افغانستان به غیر از منابعش استراتژیکه، یه جایی واقع شده که مهمه. بله نه افغانستان الان خیلی از لحاظ هند و چین و اینا فکر کن این همه. و واقعا الان تاجیکستان رو داشت میگفت، من برای تاجیکستان خیلی ارزش قائلم بابت اینکه اینجوری با اسلام، نه اینکه ضدیه، ولی ممنوع کرده این چیزای فناتیک و همه تو ما بریم بیرون. مسجد انقدر نمیخواد دیگه، 5000 تا مثلا مسجد تو دوشنبه باشه نمیخواد، ببندید همه رو بکنید موزه. 5 تا دونه مسجد بسته، میخوای مسلمان باشی بیا برو همون 5 تا بسته تو دیگه. حالا بذاریم من بحث این من این چیز یه چیزی هم که شما گفتین تایید بکنم. افغانستان از از اقتصادی هم من نمیدونم کی میگه مثلا خالیه. افغانستان الان بهش میگن عربستان فلزای کمیاب، یعنی اگه عربستان اول تو نفت، الان افغانستان تو فلزای کمیاب روی $1 تریلیون فلز کمیاب نشسته که از لحاظ اقتصادی اقتصاد آینده جهان این خیلی به شدت مهمه. یعنی تمام باتری ها، تمام اسلحه های نوین، تمام این ترانزیستور های توی تلفن هامون و توی کامپیوتر ها و اینا انقدر الان کمه و اکثرش هم دست چینه متاسفانه. و برای همین از لحاظ استراتژیکلی چین به شدت داره تو فلزای کمیاب قدرتمند میشه. افغانستان هم اگه دیگه بیفته دستش بیشتر از قبل میشه، یعنی این خیلی خطرناکه. مثلا ببین این چیز استراتژیکه دیگه. الان آمریکا رو داری میگی، مردمش دارن میگن، درسته افغانستان انداختی دامن اونا. اولین کسایی که اومدن گفتن با طالبان به رسمیت میشناسینشون چین بوده و روسیه. درسته درسته این کشور رو انداختین تو دست اونا، دست خودتون بود. فقط بخواد این جلوتون و جلوی دماغتون رو نگاه نکنید، یه ذره اونورتر هم نگاه کنید. اگه زورشون آخه مجید یه ما بعضی موقع میگیم چرا این کار کردن، ولی خب زورشون نمیرسه بابا. ما که آدم های عادی هستیم و داریم اینجا حرف میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، کجا ضعف هاشونه. اونا که با اون همه اکسپرت و اتاقای فکر رو نمیدونم فلان به این نتیجه نرسیدن که افغانستان اینجوری ول نکنیم.
درسته ببین، ولی درسته من قبول دارم اون حرفی که شما میزنید در مورد نحوه ول کردنش کاملا اشتباهه، ولی قبول داری که مجبور بودن که توی امسال چند سال دیگه یه سال نمیدونم حالا چقدر میتونست فرق بکنه، ولی من اینکه مجبورن ول کنن مثلا من رو میاد چرا ول کردن، ببینید حتی اگه نمیخواستن ول کنن نمیتونستن دیگه زورشون نمیرسه، یعنی به خیلی میگن باید ول نمیکرد باید میمود، خب نمیتونن ندارن آره آرمین جون، ولی این دیروز که یهو به این تصمیم نرسیدن که حداقل دو سال پیش به این تصمیم رسیدن، سه سال پیش فهمیدن که آقا چقدر خرج میکنیم فلان، شما سه سال مهلت داشتین که یه طرح درست بدین، آخه همینجوری حمله میکنین همینجوری هم میرین بیرون واسه خودتون. ای بابا حمله شون هم که دیدی البته سه سال سه سال ممکنه برای بایدن خیلی طولانی باشه، چون بایدن بالاخره دوره اولش 4 ساله، خب این باید چیز جوری که اینا محاسبه میکنن اینه که برای انتخابات بعدی کلی از قولایی رو که دادن مثلا از لیست 10 تا قول اصلی که دادن اگه نصفش رو نتونن به مردم آمریکا نشون بدن ممکنه دیگه رأی نیارن، یعنی گفتن که چه میدونم از یمن میایم بیرون، از افغانستان میایم بیرون، از خاورمیانه میایم بیرون، بعد الان نگاه بکنیم هنوز هیچ کدومش نشده، خب حداقل این افغانستان رو میتونن نشون بدیم ما قول دادیم به قول ترامپ کرده دیگه، ترامپ این طرح ها رو داده، اینا موافقن، منظورم بایدن قول داده بود، بایدن قول داده بود، میگم دیگه میگم چیزایی که خیلی مهمه رو دیگه فرق نمیکنه جمهوری خواهی یا دموکرات، یه چیزایی که دیگه حساب همه کشور روش تمرکز دارن، آقا ما باید بیایم بیرون، هم جمهوری خواه میخواستن بیان بیرون همین، اما آقا روشش بس خودتون بریم دنبال کارمون، روشش واقعا خیلی غمناکیم، خیلی غمناکم از این افغانستان، اصلا باورم نمیشه چطور میشه دوباره اینا بیان سر کار، این ملت مثل باور کن میگم پایه‌ای باید کار میکردن، از مدارس از کودکستان ها شما باید بری کار کنی، با بچه ها باید برین کار کنین اگه میخواین یه سیستمتون رو عوض کنین، الان ایران با این همه کرونا بخت نگاه میکنی میبینیم الان محرمه دیگه، میگن مثلا یه سری نری آقا نری کور، اصلا بیداد میکنه، من امشب پدر خانومم از دست دادم بابت همین کرونا، آره اصلا نمیدونم چی جوری الان باید برم بگم اون اصلا دیوانه اومدم پیش بابام نشستم میگم من چی جوری باید برم الان اینو به خاطر کرونا میگم، یعنی ببین دیگه همه یه ضربه رو خوردن، بعد نگاه میکنی میبینی این همه جوون این همه فعلا باز رفتن دارم با چینه، آقا دیگه این به دولت کاری نداره، یه ذره خودم بگم اینا چی جوریه، این باید جرم بشه، این باید جرم بشه، اینو من روش نکردین اینستاگرام و اینترنت و نمیدونم فیسبوک و اینا برم نمیدونم فیلتر بگیرم اینا رو بلدین، اما انقدر روش نکردین هنوز انقدر به اینجا نرسیدین که بابا این کارات مسخره بازی و چی با این وضعیت، این باید به شدت جرم بشه واقعا، من فکر کنم اصلا خامنه ای با این اولا کسایی که همه این مراسم محرم و اینا رو گذاشتن و این دولت تونسته با یک تصمیم کوچیک این حرف من نمیدونم اکثر کسا نمیدونم خامنه ای وقتی اومد گفتش که این واکسن رو ما نباید از آمریکا و اروپا بگیریم، با یک حرف بسیار ساده کوچیک شد بزرگترین جنایتکار تمام تاریخ ایران، یعنی اگه همه چیزای دیگرش رو بذاریم کنار، هر کاری که جمهوری اسلامی کرده همش رو بذاریم کنار و هیچ جنایت دیگه نکرده باشه، این هزینه که این یک حرف داد و تعداد کسایی که برن میمیرن به خاطر این یک حرف هم تمام، فقط این جمهوری اسلامی و خامنه‌ای رو میکنه بزرگترین جنایتکار تمام تاریخ ایران، واقعا رکورد شکوندن با این یه حرف، واقعا رکورد شکوندن، انگارم نه انگار اصلا گفت روشونو میکنه انگار مثلا این نگفته پیروز که پیام داده برین آره. هر جوری بابا تو نبودی همینا رو میگفتی تو نبودی اولش گفتی نمیدونم با دعای فلان برین توسل برین آره. درست میشه نگفتی الان همین پیروز گفت نمیدونم برین سینه زنی و محرم خودش اونو کم میکنه
شدت مریضی گفت. رو میاره نه گفت اصلا ما لازم داریم این مراسم باشه برای اینکه اینو برای کشور برکت میاره، یعنی ما نمیتونیم اینا رو ببندیم خامنه، یعنی واقعا جنایت دیگه. این بیشتر آخه مسخره بازی در آورد، یه ملتی رو گشتین سر کار. این حرفا از اعدامشون هم فکر کنم آدم بیشتر کشته، این سیاستشون خیلی بیشتر کشته. اعدام ها برده به خاطر اینکه مثلا در یه تاریخی مثلا یه سری آدم رو بردن. شما فکر کن تو این مدت از اون موقعی که حداقل این گفته اینو نخریم، حالا قبلش میگیم کرونا تمام دنیا رو گرفته بود، با اینکه بازم میتونیم به مدیریت عوضی اینا مثلا همش رو ایراد بگیریم، اما بعدش چی؟ بعدش که واکسن اومد چی؟ این چه سیاست های شما دیوانا، همه چی رو به هم ربط میدین. ای بابا جون مردم رو میگه اینو نگیر، حالاش هم تازه میگه از آمریکا و انگلیس نخر. حالا ببین چقدر پر رو هن اینا، بگیری از اونا نخری، مثلا بری از سوئد. مجید جان میشه گفت پس اینا، من یه موقع میگفتم که اینا خیلی بدن ولی مثلا دهه 60 بدتر بودن، ولی الان دارم فکر میکنم با این کاری که کردن از دهه 60 به شدت بدترن. میدونی منظورم چیه؟ یعنی این جمهوری اسلامی الان تعداد ایرانی که کشته داده، ما چون وقتی دهه 60 میگیم خیلی بدتر بودن به خاطر اینکه کلی اعدام و اینا بوده، همه کلی زندان میشدن، شکنجه ها بیشتر بوده، ولی الان اگه حساب بکنیم با این کارهایی که به خاطر کرونا کردن تعداد ایرانیایی که کشته داده و تعداد ایرانی که هزینه دادن به شدت از دهه 60 بیشتره. یعنی این جمهوری اسلامی خیلی حتی ممکنه به نظر بدتر نیاد، ولی اگه بیایم محاسبه کنیم 100 برابر، خیلی هزاران برابر بیشتر. فقط ادامه هم نبوده دیگه، درسته، همش یکی. اینا همه جنگ هم تو حساب کن، دو سال بعد از جنگ، درسته. ببین چقدر ما کشته دادیم تو جنگ بی جهت. همین آقای محسن رضایی مگه کربلای 4 بود و 5 چه کرد؟ آخه عملیاتی که لو رفته رو میگه نگین بکنن، ما میخوام ای بابا اینا آدم هن، انسان هن، دارن میرن اون بر هر بود شما حساب است. به هر حال دیگه دیوانمون کردن دیگه، اصلا نمیدونیم بابا اصلا با اینا چیکار کنیم. من اصلا یه همچین رژیم وحشتناکه عجیب غریبی، ادعاشون هم آخه میشه نمیتونی بگی نفهمن نمیدونن، همه شون تو تلویزیون ها میبینیم پس این میفهمه بابا، احمق نیستن اینا. بعد سر یه سری چیزای خیلی زرنگن، سر یه سری چیزای دیگه واقعا احمق هست. خب آره یعنی احمقیتشون اونجا، اون بخاطر یعنی مثلا بودنش. آره درست، اونجا که به دین و نمیدونم مذهب و اینا میخوره میبینی واو اینا چرا اینقدر احمق، هنوز تو اینجوری فکر میکنی؟ یعنی خامنه ای که میاد میگه دشمنان ما بعضیاشون جنن، من موندم این چجوری تونسته اینقدر بقا پیدا دوام پیدا کنه کسی که اینجوری فکر میکنه؟ میدونی کسی که واقعا فکر میکنه که مثلا این واکسنه مثلا که آمریکا رو ساخته اینا ممکنه مثلا برای این باشه که اومدن مثلا جن ایرانی رو مثلا روش تمرکز کنن و مثلا این علیه ایران ساخته شده مثلا. یعنی توهمایی که اینا دارن، من موندم یعنی بعضی موقعی کارهایی که میکنن سیاسی میگه این چقدر زرنگ بود، بعد میان یه همچین حرفایی میزنن میگن اینا همون اونان. خیلی عجیبه، من نمیدونم. اون دیشب داشتم آقای سلیمانی که شما هم مثلا که آورده بودین نشون، آقای سام سلیمانی فکر کنم اسمش که در اکسپرت به حساب مذهبی و دین و اینا، بعد دیشب تو کانال شهر مومنین داشت میگفت این مردم شناسی منطقه وقتی شما میری توش متوجه. الان ببین افغانستان اصلا باورت میشه این همه آدم طالبان باشه اصلا ریخته اونجا پیده، بعد ارتش ول کرده رفته. منظورم پایه ها شله، مثلا تو تهران و آدم های نمیدونم تحصیل کرده و مدرن و شهرهای بزرگ و اینا رو ما میبینیم، ما بیشتر توی ایناییم و اینا. وقتی میری میبینیم ای بابا مثلا آخونده داره چرت و پرت، ما اینجا میخندیم جوکه برامون اصلا، ای تو این سایت اون رو وایرالش میکنن اینو ببین چی گفته، بعد میبینیم او گوش تا گوش آدم نشسته به حرفای این داره گوش میده. بابا اینو ما کاری نداریم، این که این میگه خب اون داره منافع خودش رو در نظر گرفته، رفته اینا رو یاد گرفته بگه، اونی که نشسته اونجا گوش ما با اون طرفیم اونو چیکارش کنیم الان؟
ما مسئله داریم الان، اینجوری نیست که ما فقط خودمونو میبینیم، باور کن. درست. یه سری آدم های اینجوری هم افغانستان چرا باید برگرده دوباره طالبان؟ اصلا باورت میشه بعد 20 سال این همه کار، این همه نمیدونم مطبوعات آزاد فلان، باید دوباره برگردیم از اول سر؟ خب مجید جان من میرم سراغ هادی 262، ولی واقعا لذت برم، خیلی دوست دارم روزایی که میای بالا، واقعا عالی میشه، بیشتر بیا حتما. خودم رو تو برم حتما. ممنون، فعلا خودم.